همراه هستیم ما همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن. قاضی‌زاده خوش آمدید. علی خامنه‌ای سپاه پاسداران رو بزرگترین سازمان ضد تروریستی در جهان معرفی کرده، ارزیابیتون چیه؟ بله، تعبیری که امروز علی خامنه‌ای در مورد سپاه پاسداران به کار برد در واقع به طور واضح دروغ‌های بسیار بزرگ و در واقع عکس آن چیزی است که وجود داره. اینکه سازمان سپاه و بسیج سازمانی جذاب باشه، شاید از منظر اونهای جذاب باشه که دلشون بخواد که بدون حساب و کتاب از راندهای عظیم برخوردار بشن، هیچ حساب کشی از اونها نشه و بتونن مرتکب فسادهای سیاسی، اخلاقی و اداری بزرگی بشن. از این جهت ممکنه برای این طیف از کسانی که میخوان این شکلی زندگی بکنند، یک زندگی انگلی داشته باشن، شاید جذاب باشه. اما اینکه شما سپاه پاسداران رو که امروز میشه گفت به واقعیت بزرگترین سازمان تروریستی جهان هست که وظیفه‌اش در داخل کشور و خارج کشور سرکوب و ترور هست رو بیای یک سازمان ضد تروریستی قلمداد بکنی، این دیگه هنری هست که فقط از این پیرمرد 80 ساله‌ای که تصمیم گرفته که همه واقعیت‌ها رو به دروغ مردم بفروشه برمیاد. کافیه که فقط شما رجوع بکنی به همه مردم منطقه، از مردم یمن بپرسی، از عراق بپرسی، از سوریه بپرسی که چه کار کرده سپاه پاسداران در اون کشورها، از هزاران فعال مدنی در داخل کشور که هیچ کاری بیشتر از نوشتن و سخن گفتن ازشون بر نمیاد، بگن که در با فعال محیط چه کار کردن، با فعال مدنی چه کار کردن، چه کار میکنن با هر کسی که برخلاف اراده جمهوری اسلامی سخن میگه، بازوی سرکوب این حکومت که سپاه پاسداران باشه، ترور، زندان، تجاوز، چه کاری در دنیا ممکنه که از یک جنایتکار در واقع سر بزنه که سپاه پاسداران اون رو مرتکب نشده باشه. این سازمان از منظر علی خامنه‌ای یک سازمان ضد تروریستی هست، سازمانی که بزرگترین حامی تروریسم در جهان هست، نه اون بخشی که تنها خودش مستقیما انجام میده، بلکه در بسیاری بخش‌های دیگر میلیون ها دلار که شاید به واقع گاهی میلیارد دلار هم برسه خرج میکنه برای اینکه به نیابت از این سازمان ترور رو انجام بدن. برای این سازمانی هست که علی خامنه ای به کمک اون حکومتش تثبیت کرده، باید همین سازمان از نظر علی خامنه ای نهادی جذاب باشه. آقای قاضی‌زاده، علی خامنه ای امروز از لغزش ها هم گفت و اینکه باید سپاه مراقب این لغزش ها باشه، منظورش از این لغزش ها چه هست؟ ببینید، آن چیزی که علی خامنه ای در واقع بهش میگه لغزش ها، در واقع یک فساد سازمان یافته است که در این نهاد وجود داره. همین که در تمامی بخش های کشور، بخش فرهنگ، اقتصاد، سیاست مداخله کردن و اونجا رو تبدیل به رانت هایی برای نیروهای خودشون کردن، و از اونجا به بعد وقتی که شما همه چیز در اختیار یک گروه میذارید، دیگه هیچ مرزی براش برای ارتکاب فسادهای اخلاقی و سیاسی نیست. این چیزی که علی خامنه ای بهش میگه لغزش، در واقع اون بخشی از این فساد سازمان یافته است که علنی شده، چهره عمومی این سازمان به قول آقای خامنه‌ای جذاب رو براش مخدوش کرده و در واقع بحث اصلیش حتی عدم ارتکاب اونها نیست، چون میدونه که وقتی شما چنین در واقع مافیایی درست میکنی که همه چیز در اختیارش میذاری، قطعا تا گردن در فساد غرق خواهد شد. ولی اینکه علی خامنه‌ای اینو بیان میکنه، در واقع نگرانی از اون بخشی است که علنی شده و افکار عمومی اومده و به قول خودش مخدوش کرده چهره عمومی سپاه رو. احتمالاً بخشش هم به همین سوهای اخلاقی برمیگرده که اخیراً از نیروهای نزدیک به سپاه یا نیروهای سپاهی منتشر میشه که پس از دیگری که اینها تا چه حد در واقع درگیر اخلاقی هستن. در بخش مالی که دیگه شاید بگم دیگه هیچ چیز برای پنهان کردن نمونده. اگر یک روز یک خبری در میومد که علی خامنه‌ای میگفت که شدین، امروز دیگه هفته یک خبر داره منتشر میشه از فسادهای عجیب و غریبی که سپاهیان مرتکب میشن و در واقع هیچ کاری در برای اون انجام نمیشه. علی خامنه‌ای اینها رو فساد نمیدونه، بلکه لغزش هایی میدونه که علنی شده و این چهره به قول ایشون جذاب رو مخدوش کرده. ممنونم از شما همکارم علی حسین قاضی‌زاده که با ما همراه شدید.